با سلام به بینندگان بینیت عزیز رادیو زودی ساعت با وقت پراگر رسود ده است و چون همیشه من برای شما از اون در چند دقیق دیگر خبرهای توزه رو میرسونم و سپاس میگم که ما رو تماشا میکنید و با توزه های تاجیکستان و جهان آشنا میشود. یادتان نرود از اون بعد از سی ساعت دیگر همه شما رو منتظرم در پخش مستقیم برنامه خبری با گزارش های روز و شروع میکنم این صحبت رو با یک خوشخبر برای شما موجودان عزیز آنهایی که طولی سه ماه آخر زیاد منتظر بودید که کی امکان پیدا میکنید به وطن برگردید. مقامات توجیک خبر دادند که از روز 25 ایون شهروندان توجیکستان رو با نوبت از روسیه به وطن میورند. در پای خروج پاندیمی کرونا ویروس ها شهروندان توجیکستان بخصوص شما مهاجران در روسیه درمانده بودید. وزارت کارهای خارجه توجیکستان در امروز روز 19 ایون خبر داد که شهروندان کشور با پروازهای چارتری شرکت های توجیک ایر و سومون ایر به وطن انتقال داده میشوند. به قول منبع در نوبت اول با طبقه آسیب پذیر شهروندان یعنی پیش از همه بیماران، زنان با کودکان خردسال، پیرانسالان، دانشجویان و نفران همراه اینچنین شخصانی که بنابر سفر خدمتی در روسیه درماندند اولویت داده می شود. پروازها به قول مقامات از شهرهای مسکو، سنگ پیتربورگ، قزان، نوسیبیرسک و یکاترینبورگ به تاجیکستان صورت میگیرند. به اطلاع مقامات مهاجران برای نامنویس شدن در این پروازها باید در سفارت تاجیکستان در مسکو و کنسولگری های کشور در شهرهای سنگ پیتربورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا مراجعت کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید معلومات عاید به روزهای پرواز با نظرداشتی موافقه با جانب فدراسیای روسیه و گرفتن اجازت مقامات اویاسیونی این دولت ایلو وطن پیشنهاد کرده می شود. بینندگان عزیز در این موضوع ما باز در برنامه خبری مفصل صحبت خواهیم کرد و شما رو در برنامه انتظار هستیم. و باید گفت که هفته آینده یک پرواز مخصوص از تاجیکستان به روسیه در نقشه گرفته شده است. طبق معلومات اداره خدماتی یعنی گوسوسلوگی هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی روز 22 ایون با خطسیر دوشنبه نوسیبیرسک یکاترینبورگ پرواز انجام میدهد. پرواز مذکور در دایره اقدام های روسیه برای بیرون آوردن شهروندانش از تاجیکستان صورت میگیرد. با این هواپیما تنها شهروندان روسیه که قبلا در سمونه گوسوسلوگی عریضه دادند راه مییابند. نرخ چیپتا 400 یورو مقرر کرده شده است. معلوم نیست که هواپیمای مذکور با خود شهروندان تاجیکستان را به وطن میآورد یا نه. یادآور میشوم که تاکنون حریم هوایی تاجیکستان و روسیه برای انجام پروازهای منتظم بین دو کشور بسته است. دیروز معاون اول رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت که با روسیه و چین و ترکیه و قزاقستان برای اثرگیری پروازها مذاکرات هنوز ادامه دارد و تا حال معلوم نیست که در این زمینه چی تصمیم گرفته میشود. سفارت تاجیکستان در روسیه و سفارت روسیه در تاجیکستان قبلا از شهروندان خواستند که تا زمان رسما اعلان نشدن شروع پروازهای بین دو کشور از خریداری توی هواپیما خودداری نمایند. همین گونه باید خاطر رسان نمایم که درباره احتمال گشوده شدن مرزها بین کشورها بخصوص بین روسیه و تاجیکستان تا حال یگان خبری نیست. شما خبرهای ما را پیگیری کنید تا اینکه اولین شده درباره این موضوع آگاهی پیدا نمایید. خوب رو میارم به خبرهای دیگر. کمیته عمومی تاجیکستان میگوید در نیم سال جوری نرخ بعضی از محصولات غذایی در کشور بیش از 10% بالا رفته است. به قول منبع در این مدت از جمله نرخ ارد، کارتوشکا، ماکارون، لوبیا و مرجومک، لیمون، سیر پیاز زیاد شده است. همزمان ارزش شیر و گوشت مرغ، بادرنگ و پامیدور و پیاز پایین رفته است. کمیته امور جایش نرخ بعضی محصولات رو به تاثیر تورم به بخش استعمالی مربوط میدونند که بیش از 5% رو تشکیل است. سال گذشته میزان تورم در کشور 8% بود است. طبق نقشه بانک ملی تورم را در سطح 7% نگاه داشته است. مقامات توجیک پیوسته میگویند با تشکیل یارمارکای فروش محصولات نسبتا ارزان کوشش میکنند از بالاروی نرخ در بازارها جلوگیری نمایند. دادگاه ولایتی سوخت یک ساکنی نویای جبور رسولوف را با اتهام کشتار دختر خردسال و مادرش به 22 سال زندان محکوم کرده است. مقامات میگویند پرویز جان سیفالدینوف در کشتار همسری برادر و دختر خردسال اوگناگور دانسته میشود. نظر پرویز جان سیفالدینوف به این قضیه دسترس نیست و معلوم نیست که او در این دادگاه تا کجا به گناهش اعتراف کرده است. کشتار مادر و دختر در جماعت خستیورز نویای بوبوجان غفوروف ماه نوامبر سال گذشته رخ داده بود و قرار دادگاه در این باره تازه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی
تلویزیون کل در شرح حادثه می نویسد پروی جان سیفیدینوف به خاطر آنکه همسر برادرش او را منتظم با بهانه بیکارگردی و تیوره خوری تحقیر می نمود نقشه کشتن او را کشیده است. به قول منبع این ساکن نویب با جان غفورف نخست دخترچه 6 ساله ایوب را با کرد به هلاکت رسانده سپس به مادر کودک عبدالسلام زاده که برای خلاصی دخترش آماده بود حمله می کند. مادر دختر خردسال هم به قول دوستانی از تاثیر این جراحات خلنده جان داده است. مقامات گفتند پروی جان سیفیدینوف با قرار دادگاه 22 سال زندان را در زندان نظامش سخت پسی سر خواهد کرد. پارلمان قرغیزستان نتیجه تحقیقات کمیسیه عبارت از وکیلان مردمی را تصدیق کرد که بر پایه آن قرغیزستان در 64 میلیون ها دلار نقش ندارد و تحقیقات تکان دهنده ژورنالیستی به اساس است. روز 18 ایون 72 وکیل مردمی به طرفداری از تحقیقاتی که کمیسیه پارلمانی در مورد کشتار یک صاحبکار و عیبنامه های فساد سراسری در این جمهوری آسیای مرکزی بخشیده شده است آواز دادند. رئیس پارلمان قرغیزستان میگوید طبق نتیجه گیری کمیسیه 932 میلیون دلار خارج شده از قرغیزستان با این جمهوری رابطه ندارد زیرا این پول صاحبکاران خصوصی خارجی بود که در ازبکستان کار میکردند. سول روان ژورنالیستان بخش قرغیزی رادیو آزادی سازمان گزارشگران ضد فساد و جنایتکاری متشکلانه معروف با نام OCCRP و خبرگزاری های محلی قرغیزستان خلاصه کرده بود که سابق معاون رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رایمبک ماترایموف با کمک با صاحبکاری اوغورتبار چینی ایرکین سایماتی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار به خارج کشور انتقال بدهد. سایماتی در ماه نوامبر سال گذشته در ترکیه کشته شد ولی قبل از کشتارش او به خبرنگاران سند انتقال پول از قرغیزستان را نشان داده بود. ایالات متحده آمریکا شماره سربازانش در افغانستان را بر پایه سوزش با طالبان که ماه فوریه در قطر به امضا رسید کاهش داده است. فرمانده استادی مرکزی نیروهای آمریکا ژنرال کنت مکنزی روز 18 ایون در یک نشست گفت بر پایه سوزش با طالبان نیروهای آمریکایی میباید در دوام 135 روز در افغانستان به تخمینا 8.5 هزار نفر میرسیدند. مکنزی میگوید این عمل اجرو شد. سوزش آمریکا با طالبان باید زمینه را برای مذاکرات فراگیری صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باز نماید. اگر مذاکرات طبق نقشه با موفقیت به پایان برسد در میانه های سال 2021 نیروهای آمریکا و کشورهای دیگر کمک رسان از افغانستان بیرون می شوند. و وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید جوان 25 ساله را دستگیر کردند. بازداشت شده به دزدی 10.5 هزار سومانی از اداره بوکمکری رخش متهم می شود. با گفته وزارت به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسپیتامین مردی 29 ساله ساکن شهر خوجند مراجعه نموده است که شب 17 ایونی امسال شخصانی نامعلوم برای پنهانی به بنای بوکمکری رخش واقع در شهرک نوکت در آمده از داخل صندوق آهنین پلها را دزدیدند. کارمندان میلیسا در نتیجه جستجو ساکن شهرک نوکت را با گمان صادر نمودن این جنایت دستگیر کردند. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و تفتیش ادامه دارد. با سپاس از یکایک شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما را تماشا کردید و طوری دیدید خبرهای ما زیاد بودند و برای شما مجران عزیز خیلی هم مهم و بار دیگر یادآور میشوم که ما شما را در برنامه خبری منتظریم از جمله با تفصیلات براه انداختن پروازهای چارتری برای آوردن مجران درمانده توجیک از روسیه به تاجیکستان. ما را پایگیری کنید. تشکر که با ما هستید و روزی و برور داشته باشید.